تو ماج بیشتر از تو بشنویم در مورد انتخابات در تایوان. زینب، انتخابات از ساعت 8 صبح به وقت محلی شروع شده تا ساعت 4 بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. معمولا ساعتی بعد هم نتایج رو اعلام میکنن. من در نزدیکی یکی از در واقع جایی که رأی گیری انجام میشه قرار دارم، بلافاصله روبروی اون هم یک معبد تاو هست. من میبینم که بعضی از مردم یا قبل یا بعد از رأی دادن دارن میان اینجا که نذر بکنن. حالا اینکه این نذرها بالاخره خدایان دوزخ و بهشت کدوم نامزد رو قرار انتخاب بکنن نمیدونیم، ولی به هر حال نتیجه انتخابات رو در ساعت‌های آینده در همین امروز خواهیم دونست. سه نامزد اصلی حضور دارن برای انتخابات ریاست جمهوری از حزب حاکم لای چینگ تم، اپوزیسیون اصلی اون هو یوی از حزب کومینتانگ و از حزب مردم تایوان آقای کو ونجه. 113 کرسی پارلمان تایوان، یعنی همه کرسی های پارلمان تایوان رو هم به رأی میذارن. باز هم عمدتاً سه حزب اصلی هستن، این دموکراتیک پیشرو، حزب ملی گرایان و حزب مردم تایوان. اما نامزدهای مستقل و شماری هم کرسی برای بومی های تایوان، یعنی مردم قدیمی تایوان، هم در نظر گرفته شده. چیزی حدود 20 میلیون نفر واجد شرایط هستند که بیشتر از 80% کل جمعیت تایوان هستند. میدونیم که تایوان از جمله قدرت‌های اقتصادی آسیا است که رو به سالخوردگی هست. بیشتر از 1 میلیون رأی اولی هستند که میتونن تأثیر مهمی روی نتیجه انتخابات بذارن. از منظر داخلی طبیعتاً مسائل اقتصادی مثل همه جای جهان، رفاه، به خصوص مسئله شغل و اینطور تأمین انرژی از اولویت‌های رأی دهنده هاست. اما مسئله سیاست خارجی و به خصوص رویکرد به آینده جزیره و دیالوگ و گفتگو با پکن یا جمهوری خلق چین هم در صدر مسائلی بوده که در طول هفته‌های گذشته بارها مطرح شده. چین مشخصا، دولت چین البته، تهدید کرده که پیروزی نامزد حزب حاکم یعنی آقای لای چینگ تم میتونه وضعیت بدی رو متوجه تایپه بکنه. هو یوی یعنی اپوزیسیون اصلی این انتخابات و حزب ملیگرا یا کومینتانگ هم میگن انتخابات امسال انتخاب بین جنگ یا صلح. اما آقای لای چینگ تم از طرف دیگه تاکید کرده یک تایوان متکی به خود و قدرتمند میتونه چین رو از حمله احتمالی به این جزیره منصرف کنه. آقای لای میگه انتخابات میتونه به کلی تمام دستاوردهای دموکراتیک این جزیره رو حفظ یا نابود بکنه. میدونیم که تایوان یکی از مهمترین دموکراسی های لیبرال در تمام قاره آسیا است و میشه گفت اساساً مهمترین اونهاست. با این حال تقریبا همه نامزدها در انتخابات بر ادامه روابط نزدیک با واشنگتن، حالا با شکل‌های مختلف، یعنی با ایالات متحده البته، تاکید دارن. اما دو نامزد رقیب با نامزد حزب حاکم خواستار از سرگیری مذاکراتی با چین مشخصا بر سر پیمان تجارت آزاد هستند که در بازه از زمان میخوان این مذاکرات انجام بشه. این پیمان 8 سال 9 سال پیش بسیار جنجالی شد و باعث شد یک جنبش مدنی بسیار بزرگ علیه چین شکل بگیره در تایوان به اسم انقلاب آفتابگردان. آقای لای هم مخالف از سرگیری در واقع گفتگوها بر سر این پیمان تجارت آزاد. بسیار متشکرم از تو تماجه تاهباز، خبرنگار ما در شرق آسیا که با ما همراه بودی.